داعش یا دولت اسلامی به قول خودشون که در واقع خلافت اسلامی است، چند روز گذشته باز پیشروی کرده هم تو عراق هم در سوریه. تو سوریه بیشتر خاک سوریه رو، یعنی از نصف بیشتر یک مقدار دارین میبینین قسمت قرمز یا قهوه‌ای یا ارغوانی، هر رنگی من نمیدونم، من رنگ کوری دارم، اون قسمت رو که دارین میبینین اون قسمتی است که دست داعشه، نه دست دولت سوریه، نه دست ارتش آزاد و یا گروه های دیگه مخالف بشار اسد. در عراق هم داعش آمد کل استان انبار رو گرفت و باز دارین میبینین که غیر از کردستان عراق در واقع که داعش توش نیست، که حالا صحبت میکنیم چرا و چگونه، باز داره تقریبا نیمی از خاک عراق رو اشغال میکنه و اهمیتش به ویژه این است که رسیده است به دروازه بغداد و کربلا. خلیفه‌شون هم اعلام کرده نبردهای آینده در بغداد و کربلا خواهد بود. این داعش در ذهن بسیارانی که خارج از منطقه هستند یه حالت رمزآلود هیولایی داره، به خصوص با این ویدیوهایی که از جنایتاش منتشر میکنه. اینکه فارغ از وحشیگری و مقابله با هر چه که نشان از تمدن و فرهنگ و جان انسان داره، فارغ از اینا، این قدرت نظامی رو اینا از کجا آوردن؟ شکی نیست که هر کشوری بهشون کمک کرده باشه و میکنه، بخشی از این قدرت نظامیشون غنایمی است که از ارتش سوریه گرفتن یا حالا دارن از ارتش عراق به ویژه میگیرن. همین دو روز پیش دو گردان ارتش عراق تو یکی از جبهه‌های جنگ با داعش فرار میکنن، ده ها تانک و زره پوش و یک انبار کامل مهماتو میذارن در میرن. همش میفته دست داعش دیگه. آقای شپول عباسی همکارم در صدای آمریکا که تازه از منطقه برگشتن، از جمله فیلم‌ها و گزارش‌هایی که تهیه کردن در اونجا، چند تاش به همین غنایم جنگی مربوط میشد که برای نمونه یکیش حالا میبینیم، غنایمی است که کردهای عراق از داعش گرفتن. یعنی ببینین اینو مخصوصا به این دلیل انتخاب کردیم که نشون بدیم چطور ادوات جنگی در جریان جنگ با داعش بین کردها، عربها، سنیها، هر گروهی که با داعش میجنگه چجوری دست به دست میشه. بله، اینا رو سه تا بودن، بی ام پی روسی است، مال ارتش عراق بود قبلا که از دست داعش گرفتیم. اینا رو با میلان زدیم، موشک میلان. بله میلان، جاش رو هم معلومه، میتونی ببینیم. این تعمیر شده الان، همش رو تعمیر کردیم، رنگ های جدید. این مال آر پی چی ما بود، اینجا زده بود. این مال دوشکه های 23 میلی ما بود، ولی هیچ کاری نکشت، کاری روش تاثیر روش تاثیری نداشت اصلا. بعدن با میلان اینا رو زدن، ولی الان همش تعمیر شده دیگه. مین این جای موشک میلان بود، این نسبان که اومده بود تو ساترای پیشمرگی. اینا ما درست کردیم اینا رو برای دوشکا، یعنی خودتون تعبیه کردید. بله، این نبود، این فقط فلت بود. اون یکی هم 500 و تقریبا 40 کیلو تی ان تی توش بود. 540 کیلو. بله، اینا رو همون هم مال داعش بود. بله، در خدمت آقای شپول عباسی هستیم. شپول جان خوش آمدی به برنامه صفحه آخر. این فیلمی که الان میدیدیم، این موشک میلان و نمیدونم غیره، این اسمایی که گفته میشد چه ویژگی داره؟ اون زره پوشا چه ویژگی داره؟ یعنی چی که موشک میلان فقط میتونه اینا رو بزنه؟ این داستان یه مقدار روشن کن. در واقع این زره پوشایی که دیدین آلیاژش اونطوری که فرمانده ها میگفتن، آلیاژش به گونه یکی از کربن خالص ساخته شده. حالا دقیقا من به لحاظ شیمیایی آلیاژش نمیدونم، ولی میگفتن که کربن خالصه و هیچ ادوات سنگینی مثل آر پی جی رو اینا کار نمیکنه، به جز اسلحه هایی که ویژه است. مثلا میلانی که آقای بارزانی بهش اشاره کرد ساخت آلمانه، موشک. بله، یه موشک جدیدی که به اسمش میلانه و تقریبا بعد از شروع جنگ با داعش حدود 8 ماه بعد آلمان کمک تجهیز این 6-7 دستگاه موشک میلان رو بهشون داد که از مرز شنگال تا تقریبا خانقین اینها پخش شدن 6 دستگاه رو، و گروهی از پیشمرگای کرد برای آموزش
چگونگی استفاده از موشک میلان به آلمان فرستاده شدن و اونجا آموزش دیدن و برگشتن الان استفاده میکنن و اینها این زره پوشا رو با فقط با میلان میزنن و مرز چنگال تا خانقین این مناطقی که میگین و لطفاً یه خود چیز بکن شما. خب تقریباً چنگال بین مرز سوریه است، مرز سوریه و عراق و در واقع 1050 کیلومتر از مرز سوریه و عراق تا تقریبا نزدیکی های ایران که همونطور که در نقشه خودتون نشون دادین اینجا مرز بین نیروهای داعش و نیروهای پیشمرده. یعنی الان اون قسمت سبزی که داریم میبینیم بلی. مرز کردستان، اقلیم کردستان عراق و بعد کردستان سوریه که بعد میره تا کوبانی. منظورت از 1050 کیلومتر کجاست؟ دقیقاً 1050 کیلومتر از خاک عراق، از خاک عراق، چون اونجا اون منطقه از اونجا دست نیروهای یپگ است که خاک سوریه است. دست نیروهای یپگ و یپژه اداره میشه ولی در خاک عراق کنترل جبهه ها دست نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستانه. خب حالا میرسیم به کردها و چگونگی جنگشون با داعش. ببینین یک شنبه پیش شهر رمادی مرکز استان انبار افتاد دست داعش و بزرگترین استان عراق که حالا تو نقشه هم دیدیم به طور کامل سقوط کرد. سه شنبه دو روز بعدش 29 اردیبهشت اخبار سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد فرماندهی عملیات برای آزادسازی انبار به دبیر کل سپاه بدر واگذار شده. سپاه بدر که میدانید شاخه نظامی مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق که در ایران تشکیل شد. دو سال بعد از انقلاب آیت الله هاشمی شاهرودی که 10 سال رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود او تشکیلش داد. بعدن رئیساش رهبراش یکی یکی از خود عراقی ها بودن که الانم این جوان اسمش چیه رهبر مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق که از ایران هم وزیر دفاع جمهوری اسلامی هفته پیش رفت اونجا بله رفتن به دیدارش. این دیداری که داشت آقای وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در عراق با رئیس جمهور با نخست وزیر عراق و با رئیس مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق آقای صدر همزمان بود با همین چیزی که عرض کردم اخبار جمهوری اسلامی اعلام کرد که الان می‌بینیم که آزادسازی استان بزرگ بزرگترین استان عراق الانبار مأموریتش داده شده است به سپاه بدر. یه نکته رو اشاره بکنم که همین امروز تو خبرها اعلام شده بود که باز وزیر دفاع جمهوری اسلامی درخواست کرده است از عراق که امنیت بغداد رو بسپارن به جمهوری اسلامی ایران. حالا ببینیم دیگه فیلم. نخست وزیر عراق امروز فرماندهی عملیات آزادسازی استان الانبار را به هادی العامری دبیر کل سازمان بدر سپرد. سخنگوی نیروهای مردمی عراق گفت آمریکای بد سابقه وارد جنگ الانبار نشود. کریم نوری تأکید کرد ارتش و نیروهای مردمی با همکاری هم قادر به آزادسازی الانبار هستند و حضور آمریکا این کار را سخت‌تر خواهد کرد. نحن لدينا استعداد كامل واعتقد ان داعش لا يشرف اي مكون. ما آمادگی کاملی داریم و معتقدیم با نیروی داخلی خودمان داعش را شکست خواهیم داد. ما تجربه خوبی از آمریکا نداریم. آمریکا در برابر القاعده هیچ اقدام مثبتی انجام نداد تا اینکه اوضاع عراق به اینجا کشیده شد. حضور آمریکا در عملیات ها ما را دچار مشکل می کند. خب آقای شپولجان عباسی چقدر این حرفا تبلیغاتیه، چقدر درسته واقعا این که میگه مثلا آمریکا ما را دچار مشکل میکنه دو جنگ و بعد چقدر ایران واقعا اهمیت این سخنگوی بدر بود دیگه داشت صحبت میکرد. بله البته نباید این رو نادیده گرفت که واقعا حضور نیروهاشون به کمک بسیار بزرگی به ارتش عراق بوده. نیروهای سپاه بدر. بله ولی اینکه این رو هم نادیده بگیریم که آمریکا یا نیروهای همپیمان تأثیری نداشتن یا تأثیر منفی دارن در جنگ بدون شک در جنگ تکریت این نشون میده. یعنی دو هفته زمینگیر شدن هم نیروهای ارتش عراق هم نیروهای هشتی شعبی
تا زمانی که یعنی بسیج مردمی بله نیروهای هوایی همپیمان و در رأسشون آمریکا اگر بمباران نمی‌کرد مواضع داعش رو در اطراف تکریت یا در داخل شهر تکریت بدون شک ورود به شهر تکریت بسیار مشکل بود، یعنی آزاد نمیشد تکریت، آزاد نمیشد. حتی در شروع عملیات تکریت هم اونها گفته بودن که ما نیازی به کمک آمریکا نداریم، ولی در واقع در عمل این گونه نبود و نیروهای آمریکایی هم پیمان حضور داشتند در حملات هوایی. یه خبری هم البته بود، من نمیدونم چقدر درسته، که آمریکا یا متوقف کردن حملات هوایی علیه داعش رو موقعی که به دلیل اینکه سپاه بدر در اونجا حضور داشت و وقتی که ارتش عراق اطمینان داد که خیلی خوب شما کارتون انجام بدین ما سپاه بدر رو دور میکنیم از اینجا، بعد اون نکته که شما میگین که بمباران هوایی شروع شد و اینها، اصولا آمریکایی‌ها از طریق هوایی در واقع بله در جنگ فقط داعش فقط حضور دارن، فقط کمک هوایی، یعنی فقط بمباران با هواپیماهای بدون سرنشین یا با سرنشین، و این هواپیماها در واقع آنطور که فرماندهان میگفتن از خلیج فارس بلند میشه از کشتی هایی که چقدر تاثیر داره؟ بسیار تاثیر گذاره، یعنی من جبهه‌ای که شاهد بودم، یک شبانه روز در جبهه گوهر بودم، شب داعش به سمت نیروهای پیشمرگ حمله کرد و اونها با دوربین های دید در شب مواضع رو نگاه میکردن و اون تحرکات اونها، یعنی که پیشمرگ ها بشتاره. یعنی اونجا نه برقی هست نه نوری و این با دوربین دید در شب فقط میشه دید و این تحرکات رو گزارش دادن. 20 تا 25 دقیقه بعد هواپیماهای آمریکایی اومدن و تقریبا حدود 15 دقیقه بمباران کردن و این بمباران ها اگر نباشه به این تحرکات داعش و مواضعشون بسیار خطرناک بود. نتیجه چی شد؟ یعنی عقب نشینی داعش بود از اونجا؟ بله، چون همزمان با بمباران هواپیماهای آمریکایی نیروهای پیشمرگ هم شروع به تیراندازی میکنن به مناطقی که به اصطلاح بهشون حمله میشه و این تیراندازی ها نامشخصه، یعنی حدود 20 تا 25 دقیقه تا نیم ساعت به سمت مقصد نامعلوم شلیک میکنن و نتیجهش در روشنایی روز مشخص میشه که چقدر تلفات داده یا آیا نیروهای داعش تا چه اندازه تونستن جلو بیان. البته اون جبهه که من دارم میگم در گوهر فاصله شون حدود 500 تا 600 متر. خب این جبهه هایی که رفتین چند تا جبهه رفتین؟ کجا رفتین؟ من کرکو، گوهر، مخمور، سلطان عبدالله. کجاست این جبهه ها؟ تقریبا مرز بین سه استان کرکوک، اربیل و موسل، یعنی فاصله آخرین جبهه که من رفتم با شهر موسل حدود 30 کیلومتر یا 25 کیلومتر بود که در منطقه گوهر بود. حالا موسل به عنوان پایتخت در واقع داعش، بله موسل پایتخت داعش در عراق و رقه هم پایتخت داعش در سوریه، یعنی رقه که تو مرز در واقع بله، چیز دیگه بله، بله، عراق و سوریه است. بله. خب چگونگی جنگیدن در الان، چون داشت اشاره می‌کردم می‌خوام دیگه قطع نشه صحبتتون، این چگونگی جنگیدن توی این جبهه‌هایی که رفتی، پیشمرگ‌ها، یعنی شما از کردستان عراق رفتی اونجا دیگه بله. بنابراین در واقع همراه پیشمرگ‌ها بودی، جنگو از این طرف می‌دیدی بله. پیشمرگ‌ها چگونه می‌جنگیدن؟ آمریکا کجا بود؟ ایران کجا بود اگر بود؟ و خود داعش چگونه می‌جنگید؟ اینا رو توضیح بدید. در یعنی جنگ پیشمرگ‌ها با داعش این گونه است که نیروهای مختلف از احزاب مختلف تحت نظارت وزارتی به اسم پیشمرگ اینها هدایت میشن. حالا پیشمرگ‌های حزب دموکرات کردستان عراق، پیشمرگ‌های اتحادیه میهنی کردستان، گریلاهای PKK و یک سری احزاب ایرانی، احزاب کرد ایرانی، اینا پیشمرگ‌ها رو وزارت پیشمرگ اینا رو هدایت می‌کنه و تقسیم بندی می‌کنه در احزاب کرد ایرانی، یعنی حزب دموکرات و کوملا هم هستن اونجا؟ نه خیر، اونا ظاهرا شانسی رو نداشتن. کیان اونجا احزاب کرد ایرانی که میگی؟ یکی دو تا حزب کوچیکن که به اصطلاح بیشتر با حکومت اقلیم در ارتباطن و تحرکات نظامی ندارن در خاک ایران. ایران بله. اینا تحت وزارت پیشمرگ هدایت میشن. این 1050 کیلومتر در فرماندهی های چنگانه تقسیم شده، ولی دفتر اصلی فرماندهی جنگ در شهر اربیله که یک اتاق عملیات، در این اتاق عملیات فرمانده های پیشمرگ به اضافه نیروهای غربی حضور دارن و یعنی نیروهای ائتلاف، نیروهای ائتلاف حضور دارن، یعنی در حد کارشناس نظامی و به اصطلاح متخصصای دستگاه های نظامی که در اتاق عملیات وجود دارد، گرابندی و گزارش هایی که میاد. در این چند فرماندهی عملیات اینا همه تحت فرماندهی اصلی در شهر اربیل هستند
و فرمان این چند فرماندهی هم در شامل چند جبهه مختلف میشه که منطقه گوهر مخمور یکی از وسیع ترین جبهه هاست و نزدیکترین شهر بهش کجاست؟ نزدیکترین شهر بهش که تکریته که تکریت. بله آزاد شد، ولی این جبهه ها بین تکریت و اربیله. یعنی الان آخرین جبهه تا اربیل در جنوب اربیل حدود 25 تا 30 کیلومتر یعنی فاصله داره با داعش. و داعش در این مناطق با این زره‌پوشای حمله میکنن که ادواتی که دست پیشمرگاست روش کار نمیکنه. همینه که دیدیم، یعنی بله. در واقع ادواتی که دست پیشمرگا هست هیچ گونه تأثیری روی اینها نداره و این چند تا 6-7 دستگاه موشک میلان هم در 1050 کیلومتر تقسیم شده و تأثیر آنچنانی نداره و اینا مجبور شدن در این 1050 کیلومتر 400 کیلومتر خندقی به عرض 3 متر و عمق 3 متر بکنن که این زره پوشا نتونن جلو نیان. عجب. و این گریدرایی هم که زمین رو میکنن، یعنی اون بره خندق داعشه، این بره خندق پیشمرگا، فاصله فقط 3 متره و روز که فاصله خندق 3 متره، فاصله جبهه ها تقریبا 500 تا 600 متره. حتی اون ماشینایی هم که زمین رو میکنه دقیقاً دور تا دورش رو فلزهای فولاد اصل و با اون آلیاژهای مختلف که چیزی کارگر نباشه، بله، کاور کردن، پوشش دادن که وقتی که اینها زمین رو میکنن و داعش میزنه آسیبی نبینه ماشین و بتونه کار خودش ادامه بده. جلو چشم هم دیگه دارن این کار رو، یعنی آدم یاد جنگ احد میفته مثلا. دقیقاً. بذارین یه تیکه که دوستان تو گوش من میگه جنگ احد تو بودی، نه دیگه همین داستانایی که خوندیم و عکسایی که دیدیم، بزنین یه تیکه ببینیم بعد برمیگردیم دوباره. به یکی از نفسگیرترین جبهه های جنگ با داعش میرویم. فاصله این جبهه با شهر موسل، مرکز سمبولیک داعش در عراق، 30 کیلومتر است. فرمانده این جبهه میگوید این نقطه به لحاظ نظامی دروازه ارتباطی اربیل با موسل در محور گوهر است. پیشمرگا و داعش خوب می‌دانند با شکست هر کدام در این جبهه دیگری بر مهمترین شهر طرف مقابل مسلط خواهد شد. اربیل پایتخت اقلیم کردستان و موسل پایتخت سیاسی نظامی داعش در عراق. پل ویران بر روی شاخه ای از رودخانه زاب، مرز بین پیشمرگا و پیکارجویان داعش. داعش در روستای کنش در فاصله 500 متری آن طرف رودخانه موضع گرفتند. پیکارجویان داعش در این جبهه در روشنایی روز و ترس از حملات هواپیماهای غربی استتار می کنند و البته استراحت. اینجا کنش آخرین جبهه منطقه گوهر، فاصله نیروهای داعش با پیشمرگا 500 متره. نیروهای داعش در گروه‌های 50 تا 100 نفره به این ور حمله می کنند، ولی هر گونه تحرکی اونها تحت کنترل نیروهای پیشمرگی. داعشیان نقشه هایشان را در تاریکی مطلق شب عملی می کنند. پیشمرگا می گویند تا صدور دستور حمله در حالت دفاعی خواهند بود، اما داعش عکس آنها عمل می کند. ببینید آقای شپول جان، خیلی سوال هست، من یکی ازتون میپرسم در ارتباط با همین فیلمی که دیدیم. یک اینکه مردم با این وضعیت، مثلا اون پل ارتباطیش شکسته، داغون شده، ویران شده، مردم چجوری زندگی میکنن؟ اصلا در اون منطقه مردم زندگی نمیکنن، یعنی روستاهای اطراف که این ور دست این ور جبهه دست پیشمرگا و اون ور جبهه دست داعشه خالی از سکن است. حالا مردم یعنی در اثنای اون جنگی که اتفاق میفته، اونایی که به اصطلاح ذهنیت و ایدئولوژی متمایل به داعش رو دارند به اون سمت حرکت میکنند. مردمی که میترسند یا همسو نیستند به سمت کردستان میان، یعنی این تقسیم میشه در واقع. و چقدر حدود جمعیت میشه آدم در کل بگه که مثلا اون منطقه چقدر جمعیت اینجوری آواره شده یا تقسیم شده؟ این رشته روستان دیگه، چند تا روستایی هستند که در مثلا در یک منطقه وجود داره و تخمین این که چقدر جمعیت در این روستا هست. مثلا به کمپ‌های پناهندگی فراریان از سوریه در کردستان عراق هم چند تا چه رفتی که فیلمایی داشتی اینا،
خیلی تعداد اون کمپ ها و هر کدومش من نمیدونم چقدر جمعیت داره. فقط کمپ کاورگوسک در بین اربیل و موسل 10,000 پناهنده زندگی میکنن. حالا این پناهنده ها یا وضعیت مالی خوبی دارند مثل بعضی از عرب هایی که در از مناطقی که داعش بهشون حمله کرده الان به سمت کردستان اومدن، یعنی توانایی مالی دارن، در شهرها هستن، یعنی خونه اجاره میکنن یا خیلی عادی زندگی میکنن، ولی بعضی از پناهنده ها دیگه کار ندارن یا وسع مالی ندارن، به کمپ ها میرن، اونجا ثبت نام میشن و براشون کارت شناسایی ساده میشن. چند کمپ پناهنده های؟ تقریبا 6-7 کمپ پناهنده. شفت هر کدوم بگیریم 10,000 نفر مثلا. ببینید توی کردستان عراق با خیلی از مسئولان کردستان عراق، از مسعود بارزانی گرفته تا نچیبان بارزانی، اینا ها مصاحبه کردیم مفصل و خیلی چیزا رو معذرت میخوام برای اولین بار اعلام کردن اونها، از جمله مثلا حالا نکاتی که فرصت نداریم من دیگه به جزئیاتش بپردازم، ولی یه نکته بسیار مهم این بود که رفتی با رهبر پیکاکا مصاحبه کردی. یک، چرا اصلا این کارو کردی؟ یعنی چه ربطی به جنگ حضور داعش در کردستان عراق داره؟ و دو، خب با اینا رسمی قرار میذاشتی میرفتی مصاحبه میکردی دولتن و خب اونا سازوکاری دارن و میان مثلا چه که امنیتی میکنن پیکاکا، یعنی نیروی چریکیه تو شاخوداخ به قول کردا تو جنگل و تو صخره و فلان، و چجوری اصلا قرار گذاشت، چجوری اعتماد کردن بهت و چجوری صحبت کردی و چه نتیجه ای داد؟ خواهش کن. فضای رسانه الان در کردستان عراق به نوعیه که یک دعوای لفظی بین احزاب کردی و پیکاکا وجود داره، نه دعوای به اون شکلی که وجود داره. دعوا به این معنی که پیکاکا در از یک طرف ادعا میکنه که ما در جبهه ها حضور داریم، از طرف دیگه وزارت پیشمرد مثلا خیلی این رو تایید نمیکنه. یعنی این دعواها وجود داره، دعواهای جناحی، ولی در عمل وقتی که در فضا حضور دارین و جبهه ها رو میبینین، علنا نیروهای پیکاکا هم در جنگ ها حضور دارن، در جبهه ها حضور دارن، حتی بخشی از جبهه ها به اونها سپرده شده. در جنگ در کردستان عراق، بله، در جنگ شنگال علنا نیروهای پیکاکا از کوهستان قندیل به سمت کردستان عراق اومدن و بدون اینکه مانع حضورشون بشه مقامات اقلیم کردستان و در جبهه ها کمک بزرگی میان. از چی دفاع میکنن؟ در واقع از ترس اینکه یه وقت داعش نره به طرف کردستان ترکیه میان در واقع این کارو میکنن، یا میان از کردهای، از زندگی و حیات کردهای به طور کلی دفاع میکنن؟ من این سوال رو از آقای بایک پرسیدم، جمیل بایک، رئیس رهبر پیکاکا، رهبر شورای سیاسی نظامی. جوابی که من گرفتم این بود که طبق پلتفرم و اون سیاست‌های حزبی ما در هر بخشی از کردستان اگر به خطر بیفته ما خودمون رو موظف به حضور میدونیم. صحیح. و از هیچ کس هم اجازه. خب یک سوال این است که داعش با نیروهایی که داره، این فیلمی که داریم میبینیم، شپول داره میره برای دیدار با همین آقای جمیل بایک که رهبر پیکاکا که جلوتر راه میرفت، حالا چگونگی رفتن و نمیدونم این عملیات چریکی عوض کردن ماشینا و این داستانا بماند که بارها شپول بر من تعریف کرده و خیلی جالبه، تا بالاخره میرسوننش به جایی که میتونه بره بشینه و صحبت بکنه با ایشون. یک سوال کلیدی اینه که چگونه است که داعش با همه، قبلا بپرسم این داعشی ها آیا به خاطر پول دارن میجنگن آنچه که اونجا دیدی، یا واقعا اعتقادی؟ بدون شک اعتقاده، چون اون فضای بیابانی که هیچی درش نیست، در اون جبهه هایی که شاید الان گرمای هوا به 50 درجه، من چک میکردم اربیل و به اصطلاح انبار رو 50 درجه سانتیگراد، یعنی هیچ المانی پیدا نمی کنی که شما بخواید، حالا اگه پول هم باشه، بدون شک اعتقادیه و اینا تونستن روی این اعتقاد مردم سنی که در منطقه هست بتونن تاثیر بذارن، اینا رو به سمت خودشون بکشن. و از طرف دیگه واقعا اگر حمایت های مردمی منطقه نباشه، داعش نمیتونه دووم بیاره و این حمایت ها رو داره در مناطق سنی نشین. خب چجوریه که کردها هم سنی هم؟ چرا خب
شاید پیش از اینکه سنی باشن کردن، من نمیدونم، ولی چرا داعش با همه هیبت هیولایی که در این مناطقی که مستقر میشه داره و این پیشروی‌های سریعی هم که میکنه، چگونه است که هیچ نقطه از کردستان رو نتونسته، اقلیم کردستان، حتی کوبانی رو گرفت که با اون قهرمانی های مردم اونجا نتونست نگهداره کوبانی رو، و تو کردستان ترکیه هم نیست، چگونه است که کردها رو نمیتونه بهشون تعرض بکنه؟ و اگر نمیتونه تعرض بکنه، چرا کردها نمیان کمک کنن به عرب ها در قسمت پایین تر و در واقع بیان کل عراق رو از شر اینا پاک بکنن؟ خب این جنگ کردها با داعش شاید از چند منظر بشه بهش نگاه کرد، چون اگر به سابقه مبارزاتی کردها نگاه بکنید، این تجربه چندین ساله جنگ چریکی رو دارن و میتونن اینجا ازش استفاده بکنن، و حتی اگر به ترکیب نیروها در جبهه ها نگاه بکنید، پیرمرد 70 ساله هم هست، 80 ساله هم هست، تا جوان 20 ساله، و این تجربه به اضافه اون آموزش های نظامی جدید تلفیق شده و تونستن یک انرژی خیلی خوبی به این جبهه ها میده. از طرف دیگه یک همبستگی عجیبی درست شده در جبهه ها بین نیروهای کرد، یعنی احزاب منظورمه. تا شروع جنگ داعش اختلافات خیلی زیادی بود بین احزاب، نیروهای کرد، ولی در جبهه ها که نیروهاشون رو میبینین و باشون صحبت میکنین، در واقع انگار این اختلافات وجود نداره. اون سوالی که کردم که چرا کردها نمیان پایین تر دفاع بکنن، به این دلیلی که با توجه به اینکه آمده تو دروازه کربلا و این برانگیختگی جمهوری اسلامی رو میتونه باعث بشه، به هر حال آیا با صحبتایی که با رهبران کرد در عراق، در ترکیه، سوریه اینها داشتی، آیا فکر میکنی که احیانا اگر به اونجایی برسه که جمهوری اسلامی هم وارد عراق بشه، در یک تصویر خیالی من دارم میگم، کردها همکاری میکنن با نیروهای جمهوری سپاه قدس مثلا، یا هر اسمی، حالا اون جیش مردمی یا هر چی که مقایسه بشه، حکومت اقلیم کردستان با ایران ارتباط داره، یعنی ارتباطات سیاسی، و این رو آقای بارزانی هم بارها گفته و حتی در مصاحبه‌ای که من انجام دادم گفتن که ما با ایران رابطه خوبی داریم. حتی در شروع جنگ کارشناسای ایرانی در موضوع توپخانه حضور داشتن و در روزهای اول این کمک رو به ما کردن. از طرف دیگه آقای بارزانی اشاره میکنه که ما با نیروهای شیعه و نیروهای سنی که به منطق‌گران و به اصول سیاسی معتقدن ما ارتباط داریم، و ارتباط نیروهای مقامات اقلیم کردستان به لحاظ سیاسی با نیروهای شیعه هم خوبه، ولی اینکه این برمیگرده به اختلاف اربیل با بغداد، یعنی اختلافات سیاسی که بین اینها وجود داره، اقلیم کردستان عراق و حکومت مرکزی به لحاظ بودجه‌ای که حکومت بغداد نمیفرسته برای اربیل، به لحاظ صادرات نفت، و این باعث شده که اینها یک مرزی رو برای خودشون درست بکنن 1050 کیلومتر که تقریبا اگر به نقشه نگاه بکنیم بین حکومت مرکزی و اقلیم کردستان تقریبا داعش مستقره. درست. و رسما اقلیم کردستان با حکومت مرکزی هیچ جغرافیای سیاسی مشترکی نداره. یعنی این وسط داعش حضور داره. و درسته دیگه، الان داریم میبینیم این تحرکات رو کم میکنه، و این هم دلیل شاید بزرگی باشه که این همکاری ها رو مانع میشه. بسیار سپاسگزار شپول عباسی عزیز، ممنون. مرسی. هفت ساله که هفت مدیر جامعه بهائیان ایران زندانیه. فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت. اینا یه جمعی بودن به اسم جمع یاران که وظیفه‌شون رو رسماً اعلام کرده بودن رسیدگی به امور اولیه اجتماعی و معنوی جامعه 300 هزار نفری بهائیان ایران. این مطلقاً مخفی هم نبود، یعنی مثل هر جلسه ضیافتی که پیروان آیین بهایی میذارن، معمولاً نمیدونم ماهانه 19 روز یه بار جمع میشن و دعا میخونن، و بعد حتما زمان، مکان و اسم کسایی که تو این جمعای خونگی میان بدن به نیروی انتظامی اداره اماکن پیشاپیش. این جمع یاران هم کاملا سازوکارش روشن بود برای پلیس و مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی. حکومت مستقیما از اول شکل گیری این جمع اداره کننده امور بهائی‌ها
مطلع بود و با اونا در ارتباط بود. هر هفت نفر که تحت عنوان یاران ایران هستن همه با هم در یک دادگاه همیشه بوده. چون هر چی پروندهشون هست مثل همه دیگه. مثلا اتهام مشترک اینا در اولین دادگاه چی بود؟ مشترک گفتن جاسوس اسرائیل. خب این اتهام این بوده جز اتهامات جاسوس اسرائیل، جز اتهامات رسما بیان شده بوده؟ بله. من خودم رفتم پرونده رو خوندم و میتونم بگم ورق به ورق، سطر به سطر با دقت خواندم و یادداشت برداشتم و متوجه شدم که هیچ دلیلی که ادعای دادستان رو اثبات بکنه در پرونده وجود نداره و اگر این پرونده نزد یک قاضی عادل و بیطرف بود حتما روز اول اینا رو آزاد میکرد. What does a spy do? A spy penetrates an organization to take sensitive information and give it to the enemies of that state or that organization. If someone is sending a letter to his family saying they burned my shop today, or that I was attacked on the way home, or they burned my car, my sister was in prison, and it sends this to their family overseas or to the Baha'i community. Is this spying? They're reporting what's happening to them. It's not. This has no relation to the phenomena that we're talking about of people being paid to steal security information. As the third thing that in Iran, Iran. تو این سال اخیر میکردن که دختر شما اینجا مدیر جامعه بودم، مدیران جامعه، کارهای دیگه. مثلا چه کاری؟ مثلا مدیر جامعه چه کار میکنه؟ به هر حال فکر کنیم که به طور مثال عقد رسمی نمی کنه که بالاخره این جامعه ازدواج میکنه، بچهش به دنیا میاد، از بین میره، اینا همه کار داره دیگه. به طور مثال مثلا یک نفر از بین رفته، این میخواد بره توی خب قبرستانای معمولی هم که اجازه نمیدن. بله، یه دفعه فوت شده. خب ما خودمون یه تیکه زمینی داشتیم و قبرستون و حالا اینه گل کاری تمیز. اونا رو گرفتن. حالا در این فاصله ای که باید اینقدر اقدامات کنن که زمین دیگه ای بهشون بدن، خب یکی دیگه از بین میره. این باید چیکارش کنن؟ اینا مسئله ایناست که باید چیکار کنن؟ برن صحبت کنن با مسئولین، نظر بخوان، بگن بالاخره این از بین رفته، این مرده دیگه، بالاخره جا میخواد. مثلا این مسائل اینجوری اعتقاد اینه که اینها مخل منافع ملی هستن و این از 150 تا به حال جا افتاده، یعنی چیزی نیست که امروز باشه. شما باید توجه داشته باشید ما در یک کشوری هستیم که در اون کشور این گروه رو کمپلت مطلق، یه دفعه هست که میگی فرض در این گروه این کار کرده، اون کار اونجای خود داره، خب کار مشخص رو میبرن دادگاه میگن شما این کار کردی، ولی کمپلت هر کی هست کمپلتمان میگن اینا جاسوسن و این یه چیزی که در ذهن در بخش عظیمی از جامعه هم هست، نه تنها و از اون فکری که در بطن جامعه هست اینا بهره میبرن. نواری آوردن اونجا در ریاست جمهوری دیدم تمام اون سالن بسیار بزرگ دور تا دور این هنوز چیزتر بود، شبکه بندی این باهایی ها در ایران. نوار منظور نوار کاغذ کاغذ بله، به این عرض فرض کنید تمام شهر به شهر، روستا به روستا شبکه اینا رو در آورده بودن به عنوان اینکه اینها شبکه جاسوسی بیگانن آوردن در دفتر ریاست جمهوری. گفتم خب حالا فرض کنیم اینا شبکه دارن، خب شما مساجد ندارید، خب آخودم تو ایران شبکه دارن، دلیل جاسوسی نمیشه، باید خب این شبکه هست. نخه نخه این اینا شبکه بوده برای سواک و چیزا، چی یادم مال انگلیسا کار میکردن، انتلیجنس سرویس. خب مدرک دلیل اینا که نمیشه شما یارو بیاری آدم تو دهات، دهاتی چی جاسوسی داره بکنه، کجا چی از برای روس انگلیسا. این دو سه دفعه آخر گفتن خب فامیل هم بیا. سه بار خود شما تو دادگاه بودید؟ بله، بله. دادگاه اول بود؟ بله، سه بار اولشو من بودم. مشاهدات خودتون دادگاه چی بود؟ فضای دادگاه چی بود که خودتون اونجا بودین چه جوری بود؟ آخه ما توی دادگاه نبودیم، ما تو طبقه یا تو خیابون یا تو طبقه پایین دادسرا. یعنی شما دادگاه رو نمی‌دیدین؟ دادگاه رو نه. پا
پس شما گفتید من سه جلسه در دادگاه بودم، منظورتون چی؟ در دادگاه نبودم، وقت دادگاه داشتن ما هم رفتیم که شاید اجازه بدن ما هم بریم در دادگاه. آخر اجازه ورود به دادگاه در محل تماشاچی ها یا محل فامیل ها شما حضور نداشتید؟ اصلا هیچ فامیلی. وکیلشون چی؟ چرا؟ وکلا بودن. وکلا کیا بودن؟ وکلا دو نفر بودن تا جایی که من دیدم. اسمشون یادتونه؟ آقای دکتر اسماعیلی یا اسماعیل زاده، خانم پراکند. بله، در خدمت خانم مهناز پراکند هستیم، وکیل دادگستری. خانم پراکند خوش آمدید به امشب صفحه آخر. چه گذشت در دادگاه؟ کی قاضی بود؟ خب اون کاملا پنهان مانده است و رازی است همچنان در واقع که در اون دادگاه چه گذشت. خواهش می‌کنم بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که دادگاه یاران ایران حدود 7 یا 8 جلسه در واقع به عنوان جلسه محاکمه برگزار شد، اما جلسات اصلی که محاکمه به واقع صورت گرفت 3 جلسه آخر بود. 4 جلسه قبلش به خاطر عدم رعایت مقررات قانونی، مخصوصا در رابطه با علنی بودن دادگاه، منجر شد به تجدید وقت رسیدگی، به خاطر اینکه دادگاه در شرایطی برگزار میشد که همطور که در این مصاحبه قبلی اومد، خانواده ها می اومدن دادگاه، طبقه پایین دادگاه انقلاب وای میستادن و منتظر صدور اجازه از طرف قاضی دادگاه بودن که اجازه بدن و اونها مامورین راه بدن اینها رو که بیان داخل دادگاه و بتونن توی دادگاه شرکت بکنن. 3-4 جلسه اول به این شکل بود که محاکمه در همون شعبه 28 که یک اتاق شاید مثلا 20 متری باشه، حدود 10-12 تا صندلی تو اون اتاق جا میشه که 7 تا صندلیش در واقع تعلق میگرفت به 7 متهم، 2 تا صندلی تعلق میگرفت به وکلا و بقیه هم که دیگه اصلا جایی نبود که صندلی دیگه بگذارن. اما این در شرایطی بود که خانواده ها می اومدن، اون پایین بودن، به خانواده ها اجازه نمی دادن که بیان بالا. قاضی دادگاه رو علنی اعلام می کرد و اصرار داشت که علنیه، در حالی که اجازه نمی داد کسی بیاد بالا. اما از طرف دیگه قبل از اینکه ما وکلا و متهمین بریم توی اتاق در واقع توی شعبه دادگاه مستقر بشیم، قبل از ما مامورین اطلاعات می رفتن، بازجوها و مامورین اطلاعات بودن. مثلا شرایطی بود که ما وارد اتاق می شدیم و می دیدیم اصلا اتاق پر شده و حتی دوربین فیلم برداری و اینجور چیزها رو می آوردن مستقر می کردن و وقتی هم می گفتی که اعتراض می کردیم به قاضی که دادگاه رو یا اگر علنی هست دستور بده که بقیه بیان بالا و اگر غیر علنیه حتما در صورت جلسه قید بکن، اصرار داشت که دادگاه علنیه ولی جا نیست توی اتاق که ما اجازه بدیم کسی دیگه بخواد بیاد توی اون اتاق. خب این مسلمه با اعتراض ما و کلا و اعتراض خود متهمین مواجه میشد که کلن حضور مامورین اطلاعات و حضور بازجویان در جلسه دادگاه غیر قانونی بود و هیچ توجیه قانونی نداشت. چطور شما اونها رو اجازه دادید جا هست برای اونها رو اجازه دادید که داخل دادگاه باشن ولی برای خانواده ها جا نیست؟ ضمن اینکه سالن بزرگی در همون ساختمان دادگاه انقلاب ساخته بودن و اون سالن بزرگ آماده بود برای برگزاری دادرسی و ما چندین بار ازشون خواستیم که خب باشه، محاکمه رو شما درسته اینجا جا نیست، محاکمه رو در اون سالن بزرگ برگزار بکنید که همه بتونن بیان، از جمله وکلایی که دوست داشتن در جلسات دادرسی حضور داشته باشن و شاهد دادرسی باشن، از جمله روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که می‌خواستن بیان خبر در واقع بگیرن از محاکمات. ولی متاسفانه قاضی دادگاه قبول نمی کرد، ضمن اینکه اعلام هم نمی کرد که محاکمه غیر علنیه و همین باعث می شد که ما باعث شد در واقع به خاطر اعتراضات ما 4 جلسه تجدید شد و نذاشتیم که تو اون شرایط محاکمه انجام بشه و نهایتاً 3 جلسه آخر که در واقع محاکمه در 3 جلسه صورت گرفت در همون سالن بزرگی که گفتم برگزار شد و در واقع وقتی تو اون جلسه تو اون سالن برگزار کردن اجازه دادن که از هر خانواده‌ای 1 یا 2 نفر بتونن حضور داشته باشن، اما حضورشون هم به این شکل بود که
مامورین اطلاعات کلن در اون سالن بودن و مامورین اطلاعات نظم دادگاه رو به عهده داشتن و خانواده ها رو کنترل میکردن، خودکار نداشته باشن، کاغذ نداشته باشن، یادداشت بر ندارن، تهدیدشون میکردن که اگر ببینیم که کسی داره یادداشت بر میداره یا چیزی مینویسه یا خودکار دستشه حتما از دادگاه بیرونش میکنیم. خانم پراکند معذرت میخوام، چقدر شما تونستین دفاع بکنین از موکلانتون و حکم چگونه صادر شد؟ گفته می شود که اصلا همه اینا دست در واقع دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی است، از وزارت اطلاعات گرفته تا حفاظت اطلاعات تا اداره ادیان، تمام این حفاظت ها و که حالا اشاره بعد من خواهم کرد احیانا این فرصت بشه برای بینندگان عزیز که شما در جریان هستید. خانم پراکند چقدر شما تونستین دفاع بکنین از موکلاتون و انشاء حکم در واقع که گفته می شود اصلا خارج از دستگاه قضایی می شود و بعد فقط قاضی اونجا اعلام میکنه، چقدر اینها واقعی است؟ چه شد؟ نتیجه رو بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید محاکم در مصاحبه قبلی که من شنیدم متوجه نشدم اون خانمی که صحبت میکردن چه سمتی نسبتی داشتن با متهمین. مادر یکی از متهمین بودن، مادر خانم کمال آبادی. ایشون گفتن که تا اونجا که من بودم، من و آقای دکتر اسماعیل زاده رو گفتن وکلای پرونده بودیم. ایشون در واقع منظورشون اون جلسات دادگاهی بود که قبل از دادگاه اصلی، در واقع اون چهار جلسه اولی بود که اون موقع ها آقای سلطانی زندان بودن، خانم عبادی هم که خارج از کشور بودن و نمیتونستن برگردن، من و آقای اسماعیل زاده بودیم. ولی محاکمه که برگزار شد سه جلسه آخر، آقای سلطانی آزاد شده بودن و در واقع دفاعیات وکلا رو آقای سلطانی به عمل آوردن. اما دفاعیات خب بدیهی است با اون شرایطی که توی اون دادگاه حاکم بود و با اون قاضی که توی اون دادگاه نشسته بود و پرونده رو رسیدگی میکرد و هیچ گونه در واقع بیطرفی نداشت و کین و نفرتش رو نسبت به بهایی‌ها و بهایی در واقع دی آیین بهایی به صراحت نشون میداد، ابایی نداشت از نشون دادن این. با توجه به اون شرایط بارها بین دفاعیات آقای سلطانی وقفه افتادن، در واقع بین دفاعیات وکلا که آقای سلطانی قرائت میکردن وقفه افتاد و بحث و جدل شد بین قاضی و وکلا که آقا شما اجازه بدید ما دفاعیاتمون رو به عمل بیاریم. ولی در هر صورت ما تمام اون لایحه‌ای که تنظیم کرده بودیم، مواردی که باید متذکر میشدیم و میگفتیم، همه اونها رو تونستیم تو دادگاه بیان بکنیم. از جمله خود یاران هم دفاعی رو تهیه کرده بودن، اونها هم برای دفاع از جامعه بهایی در ایران دفاعیاتشون رو انجام دادن، اما به سختی و با قطع کلام متهمین به کرات از طرف قاضی و نماینده دادستان بعضی مواقع و در شرایطی بود که بارها خود ما تو همون دادگاه تهدید به بازداشت شدیم و یا اینکه قاضی خطاب به من گفتش که شما حق نداری حرف بزنی، شما تو خودت متهم من بودی، تو خودت محکوم من بودی و اشاره کرد به اون سالهایی که در واقع من خودم زندان بودم و میخواست اینجوری در واقع جبر رو طوری ایجاد بکنه که نتونیم حرف بزنیم. ولی در هر صورت ما تونستیم دفاعیاتمون رو بکنیم. و قاضی فرمودین کی بود؟ محمد مقیسه، شعبه مقیسه بود و بله. تا پایان هم محمد مقیسه بود. بله بله، تا پایان در واقع دادگاه بدوی محمد مقیسه بود که در جلسه در سوم ختم جلسه رو اعلام کرد، ختم رسیدگی رو اعلام کرد. ختم رسیدگی رو که اعلام بکنن طبق قانون قاضی موظف ظرف یک هفته حکم صادر بکنه، اما صدور حکم در پرونده یاران به دو ماه طول کشید. در این مدت هم در واقع یاران بدون حکم قضایی در بازداشت موندن و بعد از دو ماه حکم صادر شد. در این فاصله که ما مرتب می‌رفتیم به سرکشی می‌کردیم به پرونده‌های دیگه هم، من متوجه می‌شدم که رفت آمد هست به شعبه دادگاه و از مقامات قضایی قوه قضاییه می‌اومدن با قاضی مشورت می‌کردن در رابطه با صدور حکم. این که شما گفتید که گفته می‌شود وزارت اطلاعات و اینها دخالت می‌کنن، قطعاً همینطوره، چون پرونده توسط اونها تشکیل میشه، توسط اونها تکمیل میشه، بازجویی‌ها توسط اونها انجام میشه، در حالی که هیچ کدوم اینها جنبه قانونی نداره و نهایتاً هم با پیشنهاد و توصیه در واقع مأمورین اطلاعات حکم صادر میشه. بله. و
صدور حکم در مرحله بعدی دو ماه طول کشید. بعد از دو ماه نهایتاً 20 سال حکم علیهشون صادر شد که خوشبختانه حکم در اتهام محاربه و افساد فلعرض رو ما موفق شدیم که از پرونده در بیاریم. در غیر این صورت حکم اعدام نشد. بله. بسیار بسیار سپاسگزارم خانم مهناز پراکن که در برنامه امشب صفحه آخر حضور پیدا کردید. خب اجازه بدین که یک اشاره هم بکنم به این که اصلا این اتهام جاسوسی اسرائیل به باهایی از کجا میاد؟ اینجا خیابونای مرکزی شهر عکاست، شهر عرب نشین عکا. در کوچه های این مرکز شهر هر کوچه‌ای سوره‌ای از قرآن یا سخنانی از پیغمبر اسلام نوشته شده بر دیوار آویخته شده و نشون میده که شهرداری این شهر عملاً به دست مسلمان هاست. 140 سال پیش یک کسی که رهبر مذهبی یه گروهی از مردمه به اینجا تبعید شده ناخواسته و در اینجا 120 سال پیش فوت شده و دست کم 60 سال بعد از اون دولت اسرائیل تشکیل شده و این شهر همچنان یک شهر عربی است و اعراب اینجا زندگی می‌کنند. خب ببینید، جدا از چگونگی، حالا همه رو دیدین این مسائلی که بسیار بسیار بحث داره و باز باید دربارش صحبت کرد، درباره فرهنگ ایرانی ها صحبت کرد، هممون که چگونه به باهایا نگاه کردیم، اصلا فیلم تابوی ایرانی آقای رضا علامه‌زاده برای شکستن در واقع این صد بوده است. ببینید کسایی که تو خانواده مسلمان به دنیا اومدن چه فرقی دارن با کسایی که تو خانواده بهایی یا مسیحی یا کلیمی یا هر دین و مذهبی دیگه به دنیا اومدن؟ کدوممون آگاهانه از نوزادی شدی مسلمان یا مسیحی یا بهایی یا هرچی؟ چرا یه بهایی زاده حق ادامه تحصیل مثل یک مسلمان زاده نداره؟ چرا نمیتونه شغلی که پدر مادرش پدر بزرگش داشتن داشته باشه؟ چرا خونش رو بلدوزر میندازن، زندگیش رو آتیش میزنن؟ چرا فلان آخوند پاکه، فلان کارگر بهایی ناپاکه؟ یه سندی هست ببینین شما. ببینین، نامه از مسئول حراست دانشگاه پیام نوره به رؤسای محترم کلیه مراکز. احتراماً حسب مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و دستور وزارت اطلاعات و حراست کل سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، بهائیان نمیتوانند در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ثبت نام کنند، لذا در صورت مشاهده از ثبت نام ایشان جداً خودداری به عمل آید و در صورت ثبت نام شدن اخراج گردند و من الله توفیق. مصوبه وزارت اطلاعات و شورای انقلاب فرهنگی. یک سند دیگر هم ببینید درباره شغل بهایی. سند بعدی رو اگه دوستان نشون بدن، از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران، اداره اطلاعات، اداره نظارت بر اماکن عمومی، به فرماندهان محترم انتظامی شهرستان‌های تابعه و رؤسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با صلوات بر محمد و آل محمد، لازم است الف نسبت به شناسایی افراد بهایی شاغل در صنوف و جمع‌آوری آمار اقدام گردد. دو، یعنی ب، از فعالیت آنان در مشاغل با درآمدزایی بالا جلوگیری و صرفاً با صدور مجوز یا پروانه کسب در رسته‌های شغلی که بتوانند در حد متعارف امرار معاش نمایند موافقت گردد. جیم، از صدور مجوز فعالیت در رسته‌های شغلی حساس جلوگیری به عمل آید. یعنی چی؟ دقیقا تو سند نوشته، یعنی رسته های شغلی حساس اینان: فرهنگی، تبلیغاتی، اقتصادی، نظیر جراید، نشریات، جواهر و طلاسازی، ساعتسازی، چاپخانه‌داران، گراورسازان، مؤسسات توریستی، اتومبیل کرایه، ناشران و کتاب فروشی، مسافرخانه‌داران، هتلداران، آموزشگاه های خیاطی، عکاسی، فیلمبرداری، گیم نت، رایانه، کافی نت، 30 تا شغله. چیکار کنن؟ و بعد در راستای اجرای احکام شرعی جهت فعالیت در رسته های مشروط به طهارت برای بهایان پروانه صادر نمی شود. اینا چیان؟ تالارهای پذیرایی، رستوران و سلف سرویس ها، اغذیه فروشان مواد غذایی، چلو کباب چلو خورش، قهوه خانه، فروشندگان مواد پروتئین سوپرمارکت، بستنی آب میوه و نوشابه، قنادی و شیرینی فروشی کافی شاپ،
و از اداره امکان هم خواسته شد که مواظب باشن یه وقت از ورود بهائیان به رستوران و بستنی فروشی و سوپرمارکت و اینا جلوگیری بشود. حتما کجای تاریخ معاصر یه حکومت با شهروندان کشور خودش اینجوری رفتار میکنه؟ خونه ها بر انجام دادیم توی خونه همه این افرادی که به هر حال به نوعی اونجا مورد اذیت و آزار قرار گرفته بودن. حتی گاو های اینها رو از هم سوا کرده بودن، تو طویله های اینا رو جدا کردن که گاوا نباید با هم باشن، گاو باهایی و غیر باهایی نباید باشن. عجب. این صحبت ها میشه توی مصاحبه‌ای که شما گرفتید؟ بله به زبان مازندرانی. البته من من خودم مازندرانی هستم، مازندرانی میفهمم، نگران نباشید. در رابطه با مطلب ایول که از چه سالی شروع به این مشکلات و موزلات این روسای ایول که اغلبشون شنیدین شروع این قسمت از فیلم تابوی ایرانی رو، بیشترشون پیروان آیین بهایان جد و آباد بوده اند تا امروز و بعد کار به جایی میرسه که غیر از اینکه بیکارشون میکنن، خونه هاشون رو خراب میکنن، خیلی هاشون رو بدبخت واقعا میکنن. بعد یا آخون میارن میگن که خب همتون باید طلاق بگیرین و ما دوباره باید عقدتون میکنیم، که این پیر سالی که دیدین میگفتش تو این فیلم که با ما گفتیم ما نوه داریم، شما حالا اومدین ما رو میخواین طلاق بدین عقدمون. باری آقای رضا علامه‌زاده در ارتباط تلفنی با آشون هستیم. آقای علامه‌زاده خوش آمدید به برنامه امشب صفحه آخر. من یک پرسش در واقع فقط ازتون دارم و اونم این است که چقدر شما تونستین، تصور خودتون این است که چقدر تونستین واقعا این تابوی ایرانی واقعا برخورد کردن با هر آدمی با هر عقیده ای از جمله بهائی، مسیحی، هرچی، به عنوان یک شهروند رو شما تونستید واقعا بشکنین تو ذهن ایرانی ها و با این فیلمتون چقدر دستاورد داشته برای شما، چه نتیجه ای داشت؟ خواهش میکنم. بله اجازه دارم سلام بکنم به خود شما آقای فلاحتی، به خانم پراکند و به بینندگان عزیز برنامه‌تون. اولا خب این کار که کار من به تنهایی نبود، بنابراین یک جمعی از هنرمندان، فعالین حقوق بشر، افرادی که به مسائل انسانی اهمیت میدن، چه جلوی دوربین من چه پشت دوربین من، دست به دست هم داریم کار کردیم. بنابراین اگر دستاوردی داشته بی تردید متعلق به همه این بچه ها سال بعد، فرصت کم نمیخوام از دست بره و نام ببرم ازشون، نامشون در فیلم هست. تا حدود زیادی بی تردید نتیجه نهایی که آرزومند هست هر ایرانی به دست بیاد، به این معنا که همه ایرانی ها به معنای واقعی در همه زمینه ها برابر باشند، هر ایرانی در هر عرصه با دیگران برابر تلقی بشه، خب فاصله زیادی داریم. این واقعیتی قضیه است و با یه سین که نمیشه این کار کرد. ولی احساس شو بخواییم، احساس هم اینه که چرا کمی در این زمینه تأثیر گذار بود. خیلی از چیزهایی که بعدن دیدم، کارهایی که بعدن شده داخل ایران، حرفایی که زده میشه، میرن تو با خانواده باهایی ها، با کسانی که عزیزانشون تو زندان هستن، میرن صحبت میکنن، حرف میزنن، مهرشون نشون میدن، محبتشون نشون میدن و اینا رو علنی انجام میدن. اینا به هر حال به نوعی چیزاییست که حالا مستقیم به هر غیر مستقیم میتونه در رابطه با همین نحوه کار ما هم باشه و زمین چینی فراهم شده باشه. نمیخوام واقعا بگم که مستقیما تفسیر مثلا. یه چیز دیگه که مهمه تو خود هموطنان باهایی ماست. هموطنان باهایی از اینکه این فیلم ساخته شد و پخش شد به معنای واقعی کلمه احساس کردن که این ملت، این ما ایرانی‌ها غیر باهایی واقعا دوستشون داریم، مهر داریم بهشون و این
اگر بی‌دقتی هم شده، اگر هم دیر شده این ابراز محبت، دلیلش این نبوده که ما قبولشون نداشتیم یا مثلا هم سخن بودیم با افراد عقب‌مونده که متاسفانه الان تمام قدرت حکومت در دستشونه. اینجوری نبوده واقعا، این فرصت فراهم نشد. آقای علامه‌زاده، این رهبران تشکیلات بهائی که در زندان هستن هم از انتشار این فیلم خبردار شدن؟ بله، ارتباط بله، بله 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 خبر دارن از همون آغاز. من از داخل زندان دوستان بهائی برای من نامه‌ای به امضای چندین نفر، من اسمشون معقول است که ببرم نامه الان جلومه، و فرستادن که بسیار زار محبت کردن. نامرم از این زاویه نمیخونم که خیلی بیش از اینکه من حتمه به من ازار لطف کردن، ولی چند بله داخل زندان فرستادن با امضای شخصیشون و من به دستم رسید این نامه بعد از مدت‌ها، البته تا از زندان بیاد بیرون و بعد دوجه بیاد خارج و اینا. ولی اجازه میکنم اگه فرصتی هست یک دقیقه فرصت داریم بفرمایید. بله، از شعری که یکی از زندانیان باهایی بر من فرستاد، شعر بلند نیست، من بدون تحریک احساسات هم نمیتونم بخونمش، ولی تهش اینه، میگه هموطنان به من بگویید، هموطن به من بگویید که دیگر بیگانم نمیدانید، بگویید که اهل این دیارم و با شما از یک تبارم. شعر تکنندنده است. سخنش به مردمه. حکومت ها میتونن واقعا حرکات فاشیستی بکنن، ولی اون مردم هم که باید نشون بدن که هموطنانشون رو باهایی غیر باهایی دوست دارن، دارشون عشق میگردن و همه رو برابر میدونن. اگر این اتفاق میفته، زندانی های باهایی به نظر من با توانی صدها برابر بیشتر از اون که الان نشون دادن زندانیشون رو میکشن، این رنج رو تحمل میکنن، برای چه میدونم مردم دوستشون دارن. بسیار سپاسگزار. آقای رضا علامه‌زاده، فیلمساز و نویسنده، ممنون که در این بخش صفحه آخر حضور